ما الان توی استان فارس هستیم. اینجا که من وایستادم دروازه شهر تاریخی استخره. تقریبا تا 1500 سال قبل در دوره ایران باستان شهر تاریخی آبان یا همون انار فعلی بخشی از قلمرو شهر استخر بوده. شهر تاریخی استخر اولین پایتخت ساسانیان تلقی می شده. بعدها پایتخت ساسانیان به مرزهای غربی شاهنشاهی منتقل می شده، یعنی در واقع ابتدا به بیشابور در کازرون و بعدها در نهایت به شهر تیسفون منتقل می شه پایتخت ساسانیان. در واقع شهر تاریخی آبان یا همون انار فعلی بخشی از قلمرو اولین پایتخت ساسانیان بوده. اون چیزی رو که الان پشت سر من میبینید بقایای شهر استخره که باقی مونده. الان با هم وارد شهر استخر میشیم و در این باره بیشتر حرف میزنیم. شهر استخر در آغاز شاهنشاهی ساسانی به منتها درجه اهمیت خود رسید و بسیاری از پادشاهان ساسانی در این شهر تاجگذاری کردند. شهر تاریخی استخر در 6 کیلومتری شمال تخت جمشید قرار داره. از اینجا تا شیراز هم تقریبا 70 کیلومتر فاصله است. الان میخوام به این سوال جواب بدم که ما بر چه اساسی میگیم شهر تاریخی آبان همون شهر انار فعلیه؟ جغرافیدانانی که تقریبا 1200-1300 سال قبل فاصله جغرافیایی شهرها رو ثبت کردن، فاصله جغرافیایی شهر آبان رو هم ثبت کردن. وقتی که این فاصله های جغرافیایی رو مورد بررسی قرار میدیم، مشخص میشه که شهر تاریخی آبان دقیقاً همون شهر اناره. از جمله این که جغرافیدانان فاصله شهر بابک تا شهر آبان و از شهر آبان تا شهر یزد رو ثبت کردن و این فواصل وقتی که مورد بررسی قرار میگیره مشخص میشه که شهر تاریخی آبان همون شهر اناره. از جمله این جغرافیدانان من میتونم اشاره کنم به ابو اسحاق ابراهیم پسر محمد فارسی استخری که توی کتابش که الان توی دست من هست مسالک الممالک، این کتاب تقریبا 1100 سال قبل نوشته شده، توی این کتاب اشاره شده که شهر تاریخی آبان در قلمروی استخر قرار داشته. زندگیات پروفسور علیرضا شاپور شهبازی که مورخی سرشناس بود و رئیس بنیاد پژوهشی پارسن بودن توی کتاب تاریخ ساسانیان اشاره کردن که شهر تاریخی آبان همون شهر انار فعلی هستش. اینجا مشخص شد که شهر تاریخی آبان همون شهر انار فعلیه که تا 1500 سال قبل در قلمروی شهر استخر. ایالت پارس در دوران باستان 5 کوره بزرگ یا به معنای امروزی 5 استان بزرگ داشته: کوره استخر، کوره قباد، کوره شاپور، کوره اردشیر و کوره دارابگر. کوره استخر بزرگترین کوره ایالت پارس در ایران قدیم بوده که تخت جمشید، شهر تاریخی آبان، بیزا، اقلید، آباده، ابرقو و چند منطقه دیگه جزء این کوره بودن. شهر استخر در طول تاریخ چندین بار مورد حمله های سنگین قرار گرفت، از جمله اینکه اسکندر مقدونی به این شهر حمله کرد. فردوسی شاعر بزرگ ایرانی هم درباره شهر استخر سروده: سکندر بیامد زی استخر پارس، که دیهیم شاهان بود و فخر پارس. عرب هم طی چندین مرحله به شهر استخر حمله کردند و اون رو مورد تخریب گسترده قرار دادن. علاوه بر این کشتار گسترده هم اینجا رخ داد توسط عرب و بقایای شهر استخر مربوط میشه به تخریب‌های گسترده‌ای که از سوی عرب رخ داد. دودمان و نیاکان اردشیر نخستین پادشاه ساسانی هم توی شهر استخر زندگی میکردن و سرپرست آتشکده بزرگ این شهر بودن. بابک پدر اردشیر هم موبد معبد بزرگ آناهیتا توی شهر استخر بود. شهر تاریخی آبان یا همون انار فعلی هم منصوب هست به آناهیتا، ایزدبانوی ایران باستان. زنده یاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی، مورخ سرشناس و استاد تاریخ دانشگاه تهران، هم در کتاب
خاتون هفت قلعه تایید کرده که شهر انار منصوب هست به آناهیتا. همونطور که گفتم آناهیتا از ایزدان ایران باستان بوده و ایزد بانوی آبهای روان محسوب می شده. پیوند شهر تاریخی آبان با شهر استخر، اولین پایتخت سیاسی ساسانیان، نشون میده که شهر آبان در زمان خودش در اون عصر اهمیت خاصی داشته. ارگ ساسانی که الان در مرکز شهر انار قرار داره در واقع ارگ شهر تاریخی آبان بوده. ارگ انار در دوره‌های مختلف تاریخی وجود داشته، اما در دوره ساسانیان عظمت و شکوه بیشتری پیدا کرده. از جمله این که حاکمان شهر استخر برای شهر تاریخی آبان والیان محلی انتخاب می‌کردند که مرکز حکومتشون ارگ ساسانی بوده.